بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از ظهر آیون خانما به خیر. عرض شود که اگر جلسه گذشته رو یادتون باشه، ما بحث شرطی ها رو کامل گفتیم خدمتون. امروز میخوایم یه مقدار لغات رو با همدیگه بررسی کنیم. لغات رو من تا صفحه 48 خدمتون بودم و توضیح دادم، اما تو صفحه 48 اگر دقت کنید کلمه سپوز رو دارید. خود سپوز بچه ها به معنی حدس زدن، به معنی فرض کردن بنویسید. و کلمه اینترمیدیت دارید، الیمنتری به معنی ابتدایی، اینترمیدیت این به معنی متوسط، و ادوانسد به معنی پیشرفته است. این میخواد سطوح پنج لغت رو بگه، به این ترتیب دستبندی میکنه: ابتدایی، متوسط و پیشرفته. کلمه سجست رو داره بچه ها. سجست به معنی پیشنهاد کردن که اسمش میشه سجستشن، به معنای پیشنهاد. کلمه دیگه ای تو این صفحه، آها، ترکیب by the way رو هم که قبلا تو درس یک گفتیم خدمتتون، اینجا دوباره آورده. by the way گفتیم به معنای راستی ضمناً. عرض کنم خدمتتون که اپ رو گفتیم به معنی اپلیکیشن. اپ به معنی اپلیکیشن. اپلیکیشن یک معناش میشد نرم افزار، که میتونید برایش سافت ویر رو بنویسید، اینم میشه نرم افزار. یک معناش هم میشه تقاضا و درخواست. تقاضا و درخواست. خود اپلای بچه ها به معنی تقاضا کردن، این در واقع فعلشه. دیگه کلمه اینجا نداره بچه ها تو این قسمت، قسمت پایینش هم که خدمتون توضیح دادیم قبلا. اما صفحه بعدش رو حتما بگید، خیلی خیلی مهمه. New words and expressions. Look, read and practice. جمله اول رو نگاه کنید. Try to avoid foods that contain a lot of fat. کلی تو همین جمله میشه سوال طرح کرد. اولا یادتون باشه کلمه try عزیزان من یک معناش میشه attempt. attempt رو یادتون باشه هم به معنی تلاش هست، هم به معنی تلاش کردن. اما try معنی بعدیشو بچه examine بگیرید. examine یعنی امتحان کردن. بعد در کنارش کلمه try on رو یاد بگیرید. try on به معنی پروب کردن، پروب کردن لباس و کفش و اینها رو try on میگن. این کلمه avoid رو نگاه کنید. من میگه avoid fatty food. چهار تا جواب به شما میده: eating، to eat، eat و eats. به نظر شما کدوم جواب درسته بچه ها؟ جواب چندمی؟ بله. بقیه خانم آقایون؟ بله بله. سلام خانم شیری. ببینید در اینجا avoid اومده. avoid من قبلا به شما گفتم فعل ویژه است. بعد از فعل ویژه باید آنجدار بذاریم، یعنی گزینه اولی درسته. این کلمه fat رو نگاه کنید بچه. خود کلمه fat یک معناش میشه چاق، متضادش میشه thin یعنی لاغر.
یک معنی فت هم بچه ها میشه چربی، یعنی نقش اسمی داره. اینجا نقش چی داشت؟ نقش صفتی داره، ادجکتیوه. وقتی اسم باشه شما بخواید به صفت تبدیل کنید، صفتش میشه فتی. فتی یعنی پرچرب، یعنی چربی دار. مثلا میفرمایید فتی فود، فتی فود یعنی غذای پرچرب. اینجا فود اسمه، فتی میشه صفت. مثلا شما میگید فتی میلک، شیر پرچرب. باز شیر چیه؟ اسمه. فتی میشه صفت. این کلمه فود رو بچه ما میتونیم بهش اسم بدیم، try it به معنای امتحانش کن دیگه. حالا ایت به هر چیزی برمیگرده. خود try عرض کردم سامان خانم، یک معناش میشه امتحان کردن، یک معناش میشه تلاش کردن. وقتی میگه try it یعنی امتحانش کن، معناش اینه. من سوالم اینه که فود رو بعد شما میتونیم بهش اسم بدیم. خود فود اسم غیر قابل شمارشه، میشه بهش اسم داد؟ اسمای غیر قابل شمارش که اس نمیگیرن. خانم علیزه ای مثلا شما میگی شوگر، ما شوگرز ندادیم. اینجا توضیحش اینه که اگر شما به فود اس بدید، به فود اگر اس بدید معناش میشه different kinds of food، یعنی انواع مختلف غذاها. پس ببینید خود فود اسم غیر قابل شمارشه، اس جمع نمیگیره. اگر یه جای دیدید بهش اس داده معناش میشه انواع غذاها، different kinds of food میشه. اما سوال دیگه که اینجا مطرحه بچه ها، کلمه contain هست. ما یک کلمه contain داریم، یه کلمه include داریم. کسی میتونه تفاوت این دوتا رو بگه؟ حالا بعدش هم باز یه کلمه دیگه مینویسن، کلمه مثلا make up of. همه اینها میشه شامل شدن، فرقشون چیه؟ چه موقع contain به کار ببریم، چه موقع include به کار ببریم. کی جواب میده؟ contain و include. چه همه جواب میشنوم؟ خب این کلمه contain بچه ها معناش میشه در برداشتن. چی رو نشون میده؟ رابطه ظرف و مظروف رو نشون میده تو تستا. الان باز میپرسید از من ظرف چیه، مظروف چیه؟ ببینید مثلا میگم که this glass contains coffee، یعنی چی؟ یعنی این لیوان قهوه داره. لیوان چیه بچه ها؟ ظرفه. داخل ظرف چیه؟ مظروفش چیه؟ قهوه است. وقتی رابطه ظرف و مظروف رو میخوایم نشون بدیم حتما فعلمون بایستی contain باشه، حتما ها. ببینید مثلا میگم که these sentences contain an error. یه جمله است، این جملات یه غلط در بردارن یا یه غلط دارن.
غلط ها کجاست بچه ها؟ تو دل جمله است. قهوه کجا بود؟ تو دل لیوانه. پس اینجا سنتنسز میشه ظرف ما. داخل این ظرف، داخل این جملات چیه؟ غلطه، میشه مظروف. ما وقتی بخوایم رابطه ظرف و مظروف رو نشون بدیم، فعلمون حتما بایستی چی باشه؟ کانتین باشه. کتاب چی نوشته؟ نوشته فودز. نوشته فودز that contain a lot of fat. چربی کجاست بچه ها؟ تو شکم غذاست. قهوه کجا بود؟ تو شکم لیوان. غلطه کجا بود؟ تو شکم این جمله ها. پس فودز اینجا ظرف در نظر گرفته میشه. داخل این غذا چربی زیادیه، چربی ها میشن مظروف. وقتی بخوایم رابطه ظرف و مظروف رو نشون بدیم، فعلمون حتما باعث چی باشه؟ کانتین باشه. پس یادتون باشه که کانتین رو وقتی ما به کار بریم که بخوایم بگیم یه چیزی در داخل یه چیزی دیگه باشه، یا همینجور که من نوشتم، وقتی که بخوایم رابطه ظرف و مظروف رو نشون بدیم، فعلمون حتما باعث چی باشه؟ کانتین باشه. اما اینکلود یعنی چی؟ اینکلود عزیزان من معناش میشه شامل شدن. این چی رو نشون میده؟ این همیشه رابطه جزء از کل رو نشون میده. همیشه اینو نشون میده بچه ها. یعنی چی؟ مثلا این جمله رو نگاه کنید. میگیم The Winter Olympics include skiing, skating, skiing, skating, etc. ببینید؟ میگه بازی های المپیک زمستانی شامل اسکی و اسکیت میشه. آیا کل بازی های تا اشهد المپیک زمستانی همین دوتان اسکی و اسکیت فقط؟ نه، داره جز رو از کل رو اشهد نشون میده. چون جز رو از کل نشون میده، فعلش باعث چی باشه؟ اینکلود باشه. یا تو صفحه 29 کتابتون نگاه کنید، نوشته دیوان، دیوان حافظ has been translated into countless languages. بعد نوشته including French, German and English. این جمله یه که تو درس حافظ نوشته، تو صفحه 29 کتابتون، یه خط با آخر مونده. این جمله کتابتونه. میگه دیوان حافظ ترجمه شده است به زبانهای بیشماری. بیشمار یعنی نمیشه شمردش. بعد چند تاشو اسم برده، سه تاشو بیشتر اسم، بعد گفته including فرانسه، آلمانی و انگلیسی. این داره جزء رو از کل میگه. چون رابطه جزء از کل هست، پس حتما باشه چی بگیم بچه ها؟ include بگیم. و ترکیب B، این ترکیبات B composed of، make up of، make up of و consist of. اینا هر سه تا یعنی تشکیل شدن از.
تشکیل شدن از اینها. بچه ها کل اجزای تشکیل دهنده رو نشون میده، کل اجزای تشکیل دهنده را نشان میدهد. ببینید یعنی چی؟ مثلا میگم که the earth، زمین، is made up of three main layers، the crust، the mantle، and the core. ببینید عزیزان من، میگه زمین تشکیل میشه از make up of، اینو به کار بردم، سه لایه اصلی، layers یعنی لایه، بعد میگم پوسته، گوشته و هسته. خب زمین سه تا لایه هم که بیشتر نداره. کل اجزای تشکیل دهنده شو من اینجا اسم بردم. از چه استفاده کردیم؟ make up of. یه جمله ساده تری بگم، مثلا شما میگید water، آب، is composed of two elements، oxygen and hydrogen. ببینید فرمول آب چیه بچه ها؟ H2O دیگه. خب دو تا عنصر بیشتر نداره، H و O، هیدروژن و اکسیژن. اینجا چی نوشتم؟ نوشتم آب تشکیل میشه از بی کامپوز آب، اینو به کار بردم. دو عنصر، element یعنی عنصر، بعد عنصراش هم نام بردم، اکسیژن و هیدروژن، اکسیژن و هیدروژن. پس ما بخوایم کل اجزای تشکیل دهنده رو اسم ببریم، از این ستا استفاده میکنیم. بخوایم رابطه ظرف و مظروف رو نشون بدیم، کانتین میگیم، مثل کلمه که کتاب بود. بخوایم عشبت که جز رو از کل نشون بدیم، اینکلود میاریم، تو صفحه 29 کتابتون اومده. اینا تو تستا بچه ها خیلی مسئله سازه، چون همه اینها تو فرهنگ لغت یعنی شامل شدن، ولی نوع کاربردشون با هم دیگه چیه فرق میکنه. contain، include، be composed of، make up of و consist of، که من در قالب مثال همه اینها رو توضیح دادم. سوالی تو این قسمت نداری بچه ها؟ همه چیز واضحه؟ اما جمله بعدی رو نگاه کنید. I circled the dictionary entry for the word papers. circle بچه ها معانی مختلفی داره. سیرکل یک معناش میشه دایره، یک معناش میشه دایره شکل یا دایره کشیدن، یک معناش هم میشه میدان، میدانی که دایره شکل باشه، چون میدون هایی که مربع مستطیلن بچه ها از اسکویر استفاده میشه. اسکویر یک معناش میشه مربع مستطیل، یک معناش هم میشه میدان، اما با سیرکل فرق میکنه. میدون هایی که دایره شکلن شهرداری باید بنویسه سیرکل، میدون هایی که مثل نقش جهان اصفهان و مربع مستطیل دیگه، اونو باید حتما اسکویر بنویسن. ولی تو شهرداری رعایت نمیشه، چون به هر سواد آنچه هایی نداره همه یا سیرکل می نیسه، یا بعضی جا من دیدم دایره شکل اسکویر نوشته. ولی اسکویر به معنی میدان هست، اما میدون هایی که دایره شکل نباشه، مربع مستطیل باشه. از کردم مثلا شما میگید نقش جهان اسکویر، میدان نقش جهان، چون مربع مستطیله. این کلمه اینتر بچه ها به معنی وارد شدن، متضادش میشه اگزیت، خارج شدن. اینترنس بچه ها
معناش میشه در به ورودی، که باز اگزیت میشه در به خروجی. ولی اینجا کلمه انتری به کار برده. انتری بچه ها به معنای ورودی کلمه در یک فرهنگ لغته. ورودی های کلمات در یک فرهنگ لغت رو بهش میگن انتری. جمع این کلمه جمعش میشه انتریز، میشه کلمات ورودی به یک فرهنگ لغت را انتریز میگویند. پس کلمات ورودی به یک فرهنگ لغت میشه، مثلا شما یک فرهنگ لغت میخواید روش نوشته 54,000 تا کلمه داره، اون کلمات وارد این فرهنگ لغت شدن، به اونها میگن انتریز. کلمه پرپس بچه ها، پرپس معناش میشه چی؟ ایم، میشه گول، میشه اند. همه اینها به معنای هدف هست. البته ایم به معنی نشانه گیری کردن هم هست، هدف گیری کردن هم هست، یعنی فعل هم هست. اند معنی پایان هم میده، پایان دادن هم هست، ولی یک معناش هم میشه هدف. کلمه سیمبول بچه ها به معنای نشانه. سیمبول، سمبول هم میتونیم بگیم. اما تو صفحه بعد رو نگاه کنید، این کلمه خیلی مهمه بچه ها. ما یک کلمه مین داریم، یک معناش میشه معنا دادن. مثلا شما میگید What does this word mean؟ یعنی معنای این کلمه چیه؟ مین یک معناش میشه خسیس، یعنی استینجی. استینجی هم یعنی خسیس. مین یک معناش میشه منظور داشتن. مثلا شما میگید What do you mean؟ یعنی منظورت چیه؟ اینجا mean یعنی منظور داشتن. What do you mean؟ mean بچه ها وقتی اس بگیره means میشه، نه؟ معناش میشه وسیله. مثلا این جمله رو نگاه کنید. Education is not an end but a means to an end. زکریا این جمله رو ترجمه بکن. Education is not an end but a means to an end. معنی این جمله چیه؟ Education یعنی آموزش. الان گفتم end معناش میشه چیه؟ هدف. میگیم آموزش هدف نیست، اما وسیله است برای رسیدن به هدف. ببینید این وسیله ای که ما میگیم مثل میز و صندلی و خودکاری یا حرفا به عنوان یک وسیله نیست. اینجا مفهومش مفهوم معنویه بچه ها. آموزش هدف نیست، اما وسیله است برای رسیدن به هدف. پس means یک معناش میشه چی؟ وسیله وقتی اسم میگیره. یک معناش منظور داشتن، یک معناش میشه خسیس، استینجی. یک معناش هم میشه معنا دادن. What does it mean؟ معنی این چیه؟ درست شد؟ اما عزیزان من، stand for هم به معنای معنا دادن. اما برای هر کلمه به کار برده نمیشه استند فور.
یادت باشه دختر من، پسر من، استنفورد رو ما برای پرسیدن معنای مخفف ها فقط به کار میبریم. جلوش میسم برای پرسیدن معنای مخفف ها فقط و فقط. ببینید مثلا سوال اینجوری داده بودن: What does UN stand؟ علامت سوال. چهار تا جواب: in، on، at، for. ببینید الان در این تست شما UN رو دارید. UN یک مخففه، ما میخوایم معناشو بپرسیم، میخوایم بگیم یو ان معناش چیه. گفتیم برای پرسیدن معنای کلمات مخفف فقط و فقط از استنفور استفاده میکنیم. به عبارت دیگه مین براشون به کار برده نمیشه بچه ها. اینجا جواب میشده چندمی؟ چهارم. حالا خود یو ان یعنی چی؟ یو ان یعنی یونایتد نیشنز، یعنی سازمان ملل. کتابت نوشته IR stands for. جمله کتاب ببینید: IR stands for. ببینید چرا اسمش داده؟ چون IR سوم شخص دیگه. یه IR معناش میشه Islamic Republic، جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی. موضوع فهمیدید؟ پس تفاوت مین و استنفور رو متوجه شدید بچه ها یا نه؟ آره؟ آها، این فرق رو دارم با هم دید. این کلمه ریپابلیک یعنی جمهوری به معنای جمهوری، ولی پابلیک بچه ها به معنای عمومیه. متضادش میشه پرایوت. پرایوت یعنی خصوصی. پابلیک و پرایوت. مهران couldn't figure out. اینم خوبه ها، تو تستا زیاد اومده. figure out بچه ها معناشو بنویسید understand. به معنای understand، فهمیدن. به معنای find out، فهمیدن. به معنای comprehend، درک کردن، فهمیدن. همه این چهار تا کلمه یک معنا داره، همشون میشن فهمیدن. figure out. مهران نتونست بفهمه what the teacher was talking about، معلم راجع به چی حرف میزده. اما صفحه 51 رو تو کتابتون بچه ها بالاش بنویسید حفظ شود. آقا ردخور نداره از این صفحه، هر سال تست کنکوره. این صفحه رو خواهش میکنم حفظ بکنید بچه ها. کلماتی که داره با هم بررسی میکنیم. کلمه کمباین بنویسید ترکیب کردن. وقتی میگید کامبینیشن این یعنی ترکیب. وقتی میگید کمبایند این یعنی ترکیب شده. کلمه ارنج این به معنای مرتب کردن. معادلش چی میشه؟ آن اسکرامبل. این هم میشه مرتب کردن. کلمات نامرتب رو به شما میده، به شما میگه آن اسکرامبل دیز وردز، این کلمات رو مرتبش کنید. ارنج هم یعنی مرتب کردن. شما کاپیتان تیم هستید، بهتون میگن ارنج تیم رو شما بریزید. یعنی چی؟ یعنی بگید کی کجا بازی کنه. دقت کردید؟ وقتی میگید ارنجمنت بچه ها، ارنجمنت به معنی چیدمان یاد بگیرید.
مثلا شما میایید خونه میبینید چیدمان خونه اتاق شما عوض شده، مامانت این کار رو انجام داده، ارنجمنت اتاقت به هم ریخته، یعنی چیدمانش به هم ریخته. ارنجمنت میگن. کلمه پارتیکولار این هم خوبه بچه ها، یعنی اسپیشل، یعنی اسپسیفیک، همه اینها یعنی خاص. میگم فهیمه باقری ask me particular question means special question means specific question، یعنی سوالات خاصی از من پرسید. کلمه بعدی بچه ها introduce هست. خود introduce یعنی معرفی کردن. معادلش چی میشه؟ میشه make familiar، یعنی آشنا کردن، معرفی کردن، آشنا کردن. وقتی میگید introduction یعنی مقدمه. خب توی مقدمه شما یه کتابی مینویسید، شما تو مقدمه چیکار میکنی دخترم پسرم؟ خودتو معرفی میکنی، کسایی که بهت کمک کردن معرفی میکنی. پس مقدمه در واقع یک نوع معرفی نامه است. introduction یعنی مقدمه، معرفی نامه. کلمه general بچه ها به معنی کلی، عمومی. وقتی میگید generalize این فعلشه بچه ها، به معنی تعمیم دادن. تعمیم دادن یعنی چی؟ یعنی بس دادن. جنرالایز کردن یعنی این. شما میگی تو یک شهری یه نفر بهت بدی میکنه، بعد میای به من میگی که تو این شهر آدماش همه بدن. من میگم جنرالایز نکن، تعمیم نده، یک نفر بد بوده. اینجوری که بگی میشه غیبت، قینگار غیبت همه رو کردی تو. باید بگی بعضی از آدمهاش ممکنه بد باشن. کلیگویی نکنیم بچه ها، غیبت حساب میشه. جنرالایز میگن، تعمیم دادن. یه جمله ای داره بچه ها، بگید این جمله ایرادی نداره. ببینید شما میگید one page، بعد باید بگید چی؟ two pages. مثل چی؟ مثلا میگید one student، بعد میگید two students. قطعا میگید درست آقا، از یکی بیشتر بشه باید بهش اس بدیم. حالا چرا تو جمله که کتاب نوشته به تو پیج اس نداده بچه ها؟ نگفته تو پیجز، گفته تو پیج. علتش چیه؟ جمله کتاب رو ببینید. بله خانم امدادیان درست نوشته. چی نوشتید خانم باقری؟ منظورش دو طرف یک برگه بوده؟ نه عزیز دل من، نه. ببینید کتاب نوشته تو پیج اینتروداکشن. اینجا اینتروداکشن اسمه، تو و پیج هر دو صفتن. در این حالت صفات اصلا جمع‌بسته نمیشن، صفات جمع‌بسته نمیشون. ولی در اینی که من نوشتم بچه‌ها، پیج اسمه، از یکی بیشتر قبلش باعث جمع‌بسته بشه. شما میگی one boy، بعد میگی ten boys. درست فهمیدید؟ همین حالت رو برای دالر شما دارید. مثلا شما میگید که ببینید، میگید 100،
بعد میگی 200 حتما باید اس بدی. چرا؟ چون این اسمه، این از یکی بیشتره، باید اس جمع بگیره، این مفرده با اس نمیگیره. ولی شما مثلا میگید که 200 دالرز، اینجا دالرز اسمه، 100 میشه صفت و صفات جمع بسته نمیشن بچه ها. مثل اینجا اینترودکشن نباشه، شما میگید 2 pages، ولی وقتی اینترودکشن رو میذاره، اینترودکشن میشه اسم، 2 page هر دو میشن صفت و صفات جمع بسته نمیشن بچه ها. تفاوت چون اینه. نمیدونم متوجه شدید چی گفتم یا نه. متوجه شدید بچه ها؟ هانیه میگه بله. بقیه چی؟ پس همین اسم ها وقتی صفت قرار میگیرن جمع بسته نمیشن، ولی وقتی اسم باشن چرا از یکی بیشتر بایستی هر شود که اسم بهش بدیم. کلمه بعدی بچه ها ایفکت هست. خود ایفکت به معنای تأثیر اسمه، ایفکت اسم یعنی تأثیر، ایفکتیو یعنی مؤثر، صفت میشه، ادجکتیو به معنای مؤثر. ایفکتیولی این قیدشه، یعنی به طور مؤثر، به طور مؤثر. ولی ما کلمه افکت هم داریم، افکت به معنی تأثیر گذاشتنه، یا یک معنیش هم میشه محبت کردن. وقتی میگید افکشن، هم به معنی تأثیر هم به معنی محبت. ارنج رو بهتون گفتم، نوشته to put things، گذاشتن چیزها، با یک نظم مفید جذاب تمیز. این کلمه نیت بچه ها به معنای تمیز. بعدی تایدی که میگی، تایدی این به معنای تمیز و مرتب. اتاق شما کنکوریا تمیز هست ولی هیچ موقع مرتب نیست. تازه اگر یه روزی هم بیاد مامان کتاباتو مرتب کنی دعواش میکنی، میگی چرا اومدی به هم ریختی، میگه با من مرتب کردم. تو اون بی نظمی که شما داری تو اتاقتون برای خودتون انگار نظمه، چون میدونی تو اون بی نظمی کتاب مثلا زیستت کجاست، کتاب زبانت کجاست، ولی مامانت میاد اینا رو به صورت ستونی میچینه برات. نه معمولا اینجوریه. این باقری تایید کرد. آره عرض کنم خدمتتون که اترکتیو بچه ها به معنی جذاب هست. خود اترکت معنی جذب کردن، به معنی جذب کردن. اصلا میگیم که this comb attracts the feather. معنی این چیه؟ میگه این شانه پر رو جذب میکنه. برای جذب کردن مواد بچه ها، مواد جامد، از attract استفاده میکنه، ولی برای مواد غیر جامد مثل گازها، مثل نمیدونم مایعات، از absorb استفاده میکنه. absorb یا take in، چون این دوتا هم عزیزان من یعنی جذب کردن، ولی اینها برای جذب کردن مایعات میاد یا گازها. absorb یا take in، ولی attract رو نه، برای جذب کردن. الان این جمله نیستم که این شونه پر رو جذب میکنه. خب پر جامده دیگه، attract به کار میبریم، تفاوتشون اینه. وقتی میگیم attractive میشه چی؟ جذاب.
attractive به معنای جذاب. attraction به معنای جذب. کلمه order بچه ها یک معناش میشه سفارش دادن، دستور دادن. اینو تو فارسی هم به کار میبرید شما جوونه ها. مثلا داداشت خواهرت بهت میگه که یه دیوان برام آب بیار، میگی او اینقدر ارد نده. ارد نده همین اردره بچه ها، یعنی دستور نده. شما تو رستوران نشستید، بعد بهتون میگن که غذاتون رو اردر کنید، ارد بدید، دستور بدید که چی براتون بیاریم. اردر پس به معنی دستور دادن، سفارش دادن. یه معناش هم میشه نظم. مثلا شما میگید everything is in order. یعنی چی؟ یعنی همه چی مرتبه، همه چیز منظمه. شما مهمون میخواد بیاد خونتون، بعد میگید تو پذیراییتون یک نگاهی میندازید، بعد به مامانت میگی که everything is in order، همه چیز مرتبه. از اوردر این معنا رو هم میده بچه ها. اما این هم جالبه بچه ها، به نظر من کلمه جامپ، خود جامپ به معنی پریدنه. وقتی میگید جامپ این، جامپ آپ اند داون، آپ اند داون یعنی بالا و پایین پریدن، بالا و پایین پریدن. ولی کتاب یه چیز دیگه ای نوشته، jump into. این معناشو چی میگید بچه ها شماها؟ خیلی مهمه. jump into رو چی معنا میکنید؟ یه هویی تصمیم گرفت. ها این چیزیه که کتاب نوشته، ولی به نظر من چرت و پرته این. نه نه نه، سری رد شدن هم نیست، اصلا توجه نکردنه. آقا شما الان کتاب درسی رو داری میخونی، چند نفرتون رفتید مقدمه شو بخونید؟ هیچ کدوم از شما مقدمه رو نخوندید، یعنی مقدمه بهش توجه نکردید، رد شدید ازش. متوجه میشه چی میگم یا نه؟ کتاب نوشته تو suddenly decide to do something، ناگهان تصمیم بگیریم به چی کاری رو انجام بدیم. این حرف چرتی نوشته اینجا. مثالش درسته بچه ها، نگاه بکنید. نوشته I didn't read the introduction، مقدمه رو نخوندم، and jump into the next part، و رد شدم به قسمت بعدی. یعنی توجهی به introduction من نکردم. نمیدونم متوجه عرضم میشه چی میگم یا نه. پس jump into یعنی رد شدن، یعنی توجه نکردن، این معنا رو میده. یا رد شدن، jump into. کتاب نوشته تو suddenly decide، ناگهان تصمیم بگیرید که یک کاری رو انجام بدید. نه 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 اصلا و ابدا. این سادنلی بچه ها یعنی اتوانس، یعنی به طور ناگهانی، به طور ناگهانی. خود کلمه دیساید عزیزان من، دیساید معادلشو بنویسید دیترمین، یعنی تصمیم گرفتن. decision به معنای تصمیم. وقتی میگید make a decision، اینم یعنی تصمیم گرفتن، یعنی خود decide. مثلا این جمله رو نگاه کنید، she has a bad decision،
in her life. بعد جواباشو ببینید. Make, makes, making و made. کدوم جواب درسته بچه ها؟ تون سری. سری بگید بچه ها جوابتونو. سری سری. ببینید در اینجا decision اومده. خب قبلش بایستی make بذاریم. این make، این makes، making، این هم made. از کجا بفهمیم کدوم میکی؟ میگیم قبلش has اومده. بعد از has عزیزان من گفتم بهتون باید pp بیاریم. شکل سوم فعل رو بیاریم. زکریا و هانیه درست نوشتن. باید بگیم has made قسمت سوم فعل، یعنی گزینه یه چهارمی. او تصمیم بدی تو زندگیش گرفته است. اینجوری سوال داده میشه. اما تو قسمت reading رو نگاه کنید. تو عنوانش رو بچه‌ها نوشته how to use a dictionary. اینو چطوری میتونیم بگیم غیر از این مدلی که خودش گفته؟ نوشته how to use a dictionary. این در واقع میدونید چی بوده عنوان درستون؟ این بوده. ببینید آقا بوده do you know، جلسه قبل گفتم how to use a dictionary. برای اینکه عنوان درس طولانی نشه do you know شو حذف کرده. اصل جمله این بوده. آیا میدونید چطوری از یک فرهنگ لغت استفاده کنیم؟ حالا یه نکته اینجا داره و اون اینه که این الان how موصول اینجا. اولا بعد از موصول میتونیم مصدر با تو بذاریم. کتابم مصدر با تو آورده. حالا همین رو به یک صورت دیگه هم میتونیم بنویسیم. چیه بچه ها؟ همین رو به یک صورت دیگه هم میتونیم بنویسیم. چیه اون صورت دیگهش؟ نه بابا نه 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 نه. پس نکته اول این شد که بعد از موصول ما میتونیم مصدر با تو بذاریم. نکته دوم اینه که به جای توی مصدری میتونید فاعل جمله و فعل کمکی شود بذارید. یعنی همین جمله رو تو میتونی اینجوری بگی Do you know how به جای این تو فاعل یویه you و فعل کمکی چی؟ شود. بقیه جمله خودش میشه use a dictionary. این دوتا جمله در نظر معنایی هیچ فرقی با همدیگه ندارن، مساوی هن. اینجا میگه آیا میدونید چطوری از یک فرهنگ لغت استفاده کنید؟ اینجا میگه آیا میدونید چگونه شما بایستی استفاده کنید از یک فرهنگ لغت؟ پس اولا یادتون باشه بعد از موصول ها ما میتونیم مصدر با تو بیاریم. دو، به جای توی مصدری میتونیم فاعل جمله و فعل کمکی شود به کار ببریم. مثلا این جمله رو نگاه کنید. میگم I don't know what to do. یه جمله رو نگاه کنید. الان what چیه بچه ها؟ موصوله. To do چیه؟ مصدر با توی. من حرفم اینه که بعد از موصول مصدر با تو میاد. اوکی؟ حالا به جای این توی مصدری شما میتونید فاعل جمله و فعل کمکی شود رو بذارید. یعنی همین جمله رو ما میتونیم اینجوری بگیم I don't know what. بقیه شما بگید I should do. معنا و مفهوم این دوتا جمله یکیه. من نمیدونم چی کار کنم. من نمیدونم چی کار بایستی انجام بدم. معناش یکی میشه.
پس بعد از موصول مصدر با تو، این یک. دو، به جای توی مصدری میتونید شما فاعل جمله و فعل کمکی شود رو بذارید. حالا یه جمله میسم شما با شود بگید، باشه؟ چند نفر آمادن این کار انجام بدن؟ یک جمله من میسم شما با شود بگید. چند نفر آمادن؟ یک نفر فقط؟ بقیه چی؟ میگم جملهش اینه I told them where to go. شما اینو با شود بگید. الان ور موصوله، بعدش تو گو اومده، مصدر با تو. شما با شود بگید این جمله رو، چی میگید؟ چه همه جواب فرستادید؟ آها، وای کلا، خوبه، آفرین، دقیقا درسته. در این جمله بچه ها این دم برای تو گو میشه فاعل، میگه به اونها گفتم کجا برن. کی کجا بره؟ من یا اونها؟ اونها کجا برن؟ خب حالا وقتی تو میخوای با شود بگی باید بگی I told them where. خب به جای این تو بایستی they بذاریم و فعل کمکی چی؟ شود و بعدش هم go. این جمله با جمله بالایی از نظر معنایی هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. بله. خب کلماتی که باز تو این قسمت داره بچه ها، یکی کلمه اینفورم هست. خود اینفورم بچه ها یعنی اطلاع رسانی کردن. اطلاع رسانی کردن، اینفورمیشن میشه اطلاعات. این اسم غیر قابل شمارشه. کلمه اسپلینگ یعنی هجی، هجی کردن کلمات. یه کلمه رو شما میگید من متوجه نمیشم، میگم پلیز اسپلید، یعنی حرف به حرف به من بگید، هجیش کنید، هجا با هجا بگید. کلمه پرونانس بچه ها، این به معنی تلفظ کردنه. وقتی میگید پرونانسیشن اسمشه، به معنای تلفظ، pronunciation. define، این به معنای تعریف کردن، مشخص کردن. وقتی میگی definition یعنی تعریف، وقتی میگی definable میشه تعریفی، definable یعنی تعریفی، یعنی قابل تعریف. مامانت میگه پسر من، دختر من تعریفیه، یعنی definable، یعنی میشه هولوهوش چند صدم ثانیه صحبت کرد. definable. کلمه therefore بچه ها یعنی بنابراین. therefore thus so hence.
همه اینها یعنی بنابراین همشون یک معنا دارن. تو این خط چهارم و پنجمتون یک نکته بسیار مهم میداره، همیشه هم توی کلوستستا میاره بچه ها. گفتید چیه؟ شما دیگه این درس ها رو بهتون دادن دیگه، همه شما ملایید، از منم بهتر میدونید. اگر شماها طراح تست کنکور بودید و میخواستید از این خط چهارم و پنجم یک تست بدید به بچه های مردم، چی میدادید؟ بگید. بچه ها گوشم به شماست ها. چه هست هانی خانومی؟ قصهش چیه؟ قصه این پروواید اینجوریه، نگاه کنید، داریم پروواید سامتینگ فور سامون، پروواید سامبادی وید سامتینگ. این نکته ایه که شما باید بدونید. چی این نکته؟ به این ترتیبه که کلمه provide بچه ها دو تا حرف اضافه داره، provide for و provide with. از کجا بفهمم من for باید بگم یا with بگم؟ میگم خیلی راحته، اگر بعد از provide اسم شی اومد، اسم غیر انسان اومد، سامتینگ اومد، شما حرف اضافه فور رو انتخاب کن. ولی اگر بعد از پروواید اسم آدم اومد، این اسپی یعنی سامبادی، اسم انسان اومد، از حرف اضافه چی استفاده کنید؟ وید استفاده کنید. این خیلی مهمه بچه ها، تو کلوستستا اینو میذاره. از کلمه پروواید عزیزان من دو تا حرف اضافه داره، provide for و provide with. اگر بعد از provide something بیاد، اسم شی بیاد، حرف اضافهش میشه for. اگر بعد از provide اسم آدم بیاد، somebody بیاد، حرف اضافهش میشه چی؟ with. تازه میتونید، چون اینو میبره توی گزینه ها، for یا with رو میبره توی گزینه ها، تو میتونید به بعد از for یا with هم نگاه کنید. بعد از for اسم آدم میاد، بعد از وید اسم غیر انسان میاد تو این ترکیب. اینجوری هم میتونید نگاه بکنید بهش. الان اینجا تو کتابتون خط بکشید زیر provide with رو. بعد از provide چی آورده؟ you آورده. you میشه somebody. این میشه. بعد چی آورده؟ with. provide you with some helpful tips. یعنی فراهم میکنه برای شما نکات مفیدی رو. On how to use a dictionary effectively. این کلمه تیپ بچه ها، کلمه تیپ به معنای نکته هست، معنی انعام هم میده. توی یک رستوران میرید غذا میخورید، اون گارسونی که میاد غذای شما رو سرو میکنه به شما میده، بهش اینکه انعامی آخر میدید، شما تیپ بهش میدید. تیپ معنی انعام هم هست، اینجا معنی نکته است. خب نکاتی که اینجا در نظر گرفته، choose the right dictionary، فرهنگ لغت درستی رو انتخاب کنید. اولیش اینه. خب منظورش از فرهنگ لغت درست چیه؟ مثلا یک کسی اول راهنماییه، بره یک فرهنگ لغت ادوانس بخره، به دردش نمیخوره. تو پزشکی قبول نشدی هنوز، به یک فرهنگ لغت عشبت که مدیکال بخری، خب به دردت نمیخوره.
میگه باید متناسب با خود سطح سواد اون فرد فرهنگ لغت تهیه بشه. بعد انواعشو گفته، یکیش گفته لرنرز دیکشنری، تو سطح شما لرنر خوبه، جنرال دیکشنری فرهنگ لغت های عمومی کلی، پیکچر دیکشنری این برای بچه ها خوبه، فرهنگ لغت تصویری اتسترا و غیره. میگه therefore بنابراین first identify your needs، اول نیازاتون رو مشخص کنید. identify گفتیم یعنی مشخص کردن. بدون انتخاب فرهنگ لغت درست، اونجا one یعنی فرهنگ لغت ها ضمیره، you cannot meet your language needs. این هم ترکیبش سال 11 هم خوندید، meet the needs of بچه ها یعنی تأمین کردن نیاز، meet the needs of، اینو سال 11 هم خوندید به معنای تأمین کردن. meet the needs of، تو پاراگراف بعدیش میگه read the introduction، مقدمه رو بخونید. The best way to learn how to use your dictionary effectively is to read it, is to introduction. This section، section یعنی بخش، section یعنی بخش. مثلا شما میگی surgery section، معناش چیه؟ یعنی بخش جراحی. یا آقای دکتر زکریا حبیبی به بخش جراحی، سرجری سکشن. خانم هانیه امدادیان به بخش قلب، هارت سکشن. هارت سکشن یعنی بخش قلب. آی سکشن بخش چشم، اینجوریه. عرض کنم خدمتون که کلمه ایشو بچه ها معنی موضوع، ایشو این مهمه ها، ایشو یعنی موضوع، important subject میشه. یک معناش میشه نشریه، یک معناش میشه فرزند، اولاد. ایشیو با تیشیو اشتباه نگیرید. تیشیو یعنی چی؟ این به معنی دستمال، دستمال کاغذی. تیشیو، ایشیو و تیشیو. کلمه آفر بچه ها معنی ارائه کردن، آفر معنی ارائه کردن. یک معناش هم میشه سجست، پیشنهاد کردن یا ریکامند، آفر میشه. تو اون قسمت پایین بچه ها کلمه ابریویت، یه کلمه throughout داره، راست اینم بگم throughout یعنی سرتاسر، یعنی all over، all over یعنی سرتاسر. شما میگی throughout the world، در سرتاسر جهان. یاد کردید؟ throughout یعنی all over، سرتاسر. ولی کلمه through بچه به معنای از میانه یا از طریقه. مثلا میگی through the telescope، از میان تلسکوپ. تو ده ویندو، از میان پنجره. ولی شما میگید تو هیز فرندز، از طریق دوستاش. تو به کار میبریم. اینم یک کلمه. کلمه ابریویت، این خیلی مهمه بچه ها. ابریویت این به معنای مخفف کردنه. ابریویت یعنی مخفف کردن. وقتی میگید abbreviation یعنی مخفف.
اون قسمت پایین هم بچه ها یه کلمه داره اتیمالوجی، اون قسمت که ذره بین رو گذاشته اتیمالوجی. یعنی چی اتیمالوجی؟ یعنی ریشه شناسی کلمات. مثلا یه کلمه شما تو فرهنگ لغت میزنی میگه آقا ریشش مثلا این بوده، مال زبان فارسیه، الان تو چه زبانهایی استفاده میشه. این رشته تحصیلی رو بهش میگن اتیمالوجی، ریشه شناسی کلمات. ریفرنس هم که میدونید یعنی مرجع. ریفرنس به معنای مرجع. کلمه ایمیدیتلی این یعنی فوراً، یعنی without delay. without delay یعنی چی؟ یعنی بدون تأخیر. جالبه، دیلی هم به معنی تأخیره هم به معنی به تأخیر انداختنه، یعنی هم اسم هم فعل خود کلمه دیلی. کلمه گاید بچه ها یعنی راهنمایی کردن. گاید یعنی لید، یعنی راهنمایی کردن، هدایت کردن. وقتی میگید گایدنس یعنی راهنمایی. شما میگید گایدنس اسکول. این ترکیب at the top of، at the top of، این مهمه بچه ها، یعنی در بالای. مثلا یک سوال اینجوری داده بودن، نگاه کنید، coconuts گوش کنم، grow at the tops of tall trees. بعد جوابایی که داده بود اینا بودن، at، in، to، for. اینجا همونجان که گفتم بایستی at به کار ببرید. At the tops of tall trees یعنی نارگیل ها، کوکناس یعنی نارگیل، نارگیل ها می رویند در بالای درختان بلند. At the tops of tall trees به همین جهت رفتن انسان به بالای چنین درختای بلندی مشکله. میمون ها رو تربیت می کنن، میمون ها حکم کارگر رو دارن، از درختای بلند سری بالا می رن و نارگیل هم دوست دارن، اونا رو میکنن برای کشاورزا پایین میندازن. هر شود که دیگه کلمه خاصی. آها، این کلمه پارت آف اسپیچ یعنی چی بچه ها؟ پارت آف اسپیچ این یعنی چی؟ گفتید تو کتابتون داره، توی شماره 6 خط دوم with the definition part of speech. چی معنی کردم براتون؟ بچه ها حرف بزنید با من، دق میکنم حرف نزنید. part of speech رو براتون چی معنی کردن؟ مشتقات کلمات. کدوم بخش از کردم؟ شماره 6 read the definition، صفحه نمیدونم چند میشه، شماره نخورده، صفحه 53 نوشته its pronunciation، تلفظش، part of speech. اصلا ترجمه میکنم، read the definition. once you find an entry، یک بار که شما یک ورودی کلمه رو پیدا میکنید شما میتونید بفهمید معنای دقیق کلمه رو، تلفظش رو. بعد نوشته part of speech. این part of speech یعنی چی؟
اخشی هست. نه، اینجا اصلا اسمی سخنرانی نیست، این پارت آف اسپیچ رو بچه ها میسید گرامر، گرامر کلمه رو به ما میده، یعنی به ما میده آیا این کلمه اسم، فعل، صفت یا قیده. پارت آف اسپیچ اینجا آره، یعنی گرامر، یعنی گرامر کلمه رو به ما میده. وگرنه آقا زکریا خود اسپیچ راست میگید شما، خود اسپیچ یعنی سخنرانی، اسپیچ به معنای لکچر یعنی سخنرانی، که فعل این کلمه میشه make a speech، make a speech یا give a speech یا deliver a speech، اینا همشون میشن سخنرانی کردن، deliver a speech، give a speech و make a speech به معنای سخنرانی کردن. دیگه کلمه اون سینونیم انتونیم هم که بلدید، مترادف و متضاد. کالوکیشن گفتیم مجموعه کلماتی که با هم میاد. بعد آها یه کلمه اون آخر متن داره، کلمه اکسپند. اکسپند بچه‌ها به معنی توسعه دادن، بس دادن، یعنی develop، توسعه دادن. یه توسعه میدید سطح لغتتون رو در واقع. قسمت بعدی هایلایت هست. هایلایت کردن بچه ها یعنی برجسته کردن. هایلایت به معنای برجسته کردن. چون نکات مهم درس رو من میگم، شما با مدار رنگی هایلایتش میکنید، برجستش میکنید. خانم ها برای اینکه جلو چشم بیان میرن موهاشون رو هایلایت میکنن. این همینه ها. عرض شود که کلمه خاصی اینجا نداره. مین آیدیا این کی پوینتس بچه ها یعنی نکات کلیدی. کی پوینتس به معنای نکات کلیدی. آها این ماینر بچه تو تستا اومده بود ها. ماینر تو یک مدرسه تو مشهد ماینر رو سوال داده بود. ماینر به معنی اسمول هست، به معنی کوچک، اسمول. وقتی میگه ماینر دیتیلز یعنی جزئیات کوچک. خود دیتیل آقا یعنی جز، یعنی آیتم. وقتی میگی details یعنی جزئیات، یعنی items به معنای جزئیات. حالا اینو یه نفر ترجمه کنه برای من. این great detail این معناش چی میشه بچه ها؟ سه تا کلمه است. این great detail معناش چی میشه؟ بگید آقا بگید. In great detail. هیچ کس؟ نوبت خودمه. In great detail بچه ها یعنی به طور مفصل. این یک اصطلاح تقریبا. In great detail یعنی به طور مفصل. این کلمه مهمه بچه ها. Entire. Entire یعنی the whole، یعنی تمام، یعنی کل. مثلا میگیم الله has created the entire universe، یعنی خداوند متعال خلق کرده است تمام عالم را، کل عالم را.
انتایر یعنی تمام، کل. یونیورس یعنی عالم، جهان هستی. آخه ما یک ورلد داریم، همین دنیای پستی که ما توی زندگی میکنیم، ولی ماورای این دنیا خیلی چیزای دیگه است که ما خبر نداریم. کل هستی رو بهش میگن یونیورس، کل کائنات رو بهش میگن یونیورس. ما فقط در یک سیاره بسیار کوچکی به نام زمین زندگی میکنیم، آشناییمون خیلی محدوده، ولی خداوند متعال عالم هستی رو خلق کرده. دقت کردید؟ اونو بهش میگن یونیورس. وقتی میگیم انتایر یونیورس یعنی جهان هستی، کل عالم. انتایر میشه کل، تمام، the whole میشه در واقع. این ترکیب instead of یعنی به جای، در عوض. این حتما هم بعدش اسم میاد، یعنی به جای، instead of. تو این صفحه بعدتونم 54 هم بچه ها یک دو تا کلمه داره بگم دیگه، برای امروزون بسه. یکی کلمه شارک هست یعنی کوسه، یکی کلمه اسنیک هست، کلمه اسنیک یعنی مار، کلمه اتک رو داره. اتک به معنی حمله یا حمله کردن. کلمه average رو داره. average به معنی متوسط، میانگین، معدل. average. کلمه compare رو داره بچه ها. compare یعنی مقایسه کردن. وقتی میگید comparison یعنی مقایسه. بعد تو خطای پایین ترش کلمه کلیم رو آورده. کلیم این به معنی ادعا یا ادعا کردن، یعنی هم اسم هم فعله. اینو با کلایم اشتباه نگیرید ها. کلایم به معنی بالا رفتن. کلایمر داریم به معنی کوهنورد. و عرض میکنم خدمتون که ترکیب بی familiar with، آشنا بودن، آشنا بودن. become familiar یعنی آشنا شدن. وقتی میگید familiarity یعنی آشنایی. خب ما امروز موفق شدیم بچه ها تا پایان صفحه 54 رو لغاتش رو خدمتون بگیم. رسیدیم به اول صفحه 55 که انشاءالله بقیهش رو جلسه آینده در خدمتونیم. اگر سوال خاصی دارید بفرمایید، در خدمتونیم. ممنونم، شما رو به خدا میسپرم، موفق باشید.